عنوانایی هم که توی منوی ویو وجود داره انقدر ساده است که کلش رو با هم توی یه درس میتونیم مرور بکنیم. به طور مثال اولین عنوانی که شما اینجا دارید این براوزر هست، پلی بک هستش که شما خب حتما باش آشنا هستین. اسپیس پلی میکنه، شیفت و علامت سوال برای شما پلی اراوند انجام میده. من راستش از اینا زیاد استفاده میکنم، پلی فرام بیگینینگ، پلی تو اند، یا شاید فقط تنها چیزی که به دردم بخوره پلی فول اسکرین باشه که اونم ترجیح میدم از این آیکون استفاده بکنم. و لوپ پلی بک هم که هی لوپ میکنه براتون. من فکرم خیلی ساده است. تنها چیزی که شاید اینجا به غیر از خود اسپیس خیلی به درد بخوریم پلی اراوند هست که شما جای کاتتون رو بخواید ببینید میتونید به طور مثال بزنم اینو اینجا ترین کنم و حالا مثلا شما کاتی که زدی رو میخواید ببینید که به چه شکلی هستش میتونید بیاید ویو پلی اراوند رو بزنید و حالا کاتتون رو نشونتون میده. قسمت بعدی sort event by name که این فقط در مورد براوزره. قبلا جوش صحبت کردیم توی بخش براوزر که بر اساس تاریخ باشه یا بر اساس اسم. اگر من بر اساس تاریخ بیارم اینجا این رو بزنم همونطور که خاطرتون هست این کلیپ ها اینجا بر اساس تاریخ چیده میشن، اگر بر اساس اسم باشه بر اساس اسمشون. عنوان دیگه‌ای که داریم هایت کلیپ نیمزه. اگر شما خواست اسم هاشون اینجا دیده نشه میتونید این عنوان رو بزنید و اسم حذف میشه. اگر خواستید ببینید شو رو میزنید. ویو فرم همینطور، اگر شما ویو فرم هاشون رو بخواید ببینید میتونید اینجا روشن یا خاموششون بکنید. مارکت رنج برای این کیورد ها و این فیوریت ها و چیزهایی که شما اینجا اضافه کردید، اگر مارکت رنج رو بزنید شما میدید دیگه همه اون ایندیکیتور ها از بین میره. اگر دوست داشتید برش گردونید دوباره شو رو میزنید. و حالا اینجا این یه دونه عنوان شاید خیلی به درد بخوره و اونم شو یوز میدیا رنجز هست. من اگه بیام توی بذارید این ریبیلد پروژیکت این پروژه رو بزنم، این پروژه من و این هم تصاویری که استفاده شده. من میام اینجا توی ویو یوز میدیا رنج رو من اگه بزنم دقیقا حالا اینجا نشون میده که کدوم تصویرها چقدر ازشون استفاده شده و از کدوم استفاده نشده. اونو برم بعدی شو اسکیمر اینفو. اگر شما روی این کلیپ ها جا به جا بکنید موستون رو اطلاعات خیلی دقیق تری از خود اون کلیپ به شما میده. این زمانی که خیلی کلیپ های زیادی دارید و اطلاعاتی هم اضافه کردید به اون کلیپ ها که حالا توی قسمت ادوانس و توی قسمت بعدیمون بیشتر روش صحبت میکنیم، یا خیلی به درد میخوره. به طور مثال اینجا اسم این دوربین رو نشون میده، یا به طور مثال اینجا اسم کلیپ و حالا چیزهای دیگر نشون میده. برای زمانی که شما پروژه سنگین دارین این اسکیمر اینفو میتونه خیلی به درد بخوره. تایملاین هیستوری بک و فوروارد دقیقا همینایی هستن که اینجا دیدیم و ازشون استفاده کردیم. همین دوتا آیکون هستن و شورتکاتاشون رو همونطور که خاطرتون هست کامند برکت راست و چپ بود. اکسپند آدیو ویدیو کلیپس فقط برای دیدن این میاد اینجا باز میکنه این کلیپ ها رو. اگر خواستید دوباره به حالت قبل برگردونید کلاپس آل کلیپس رو میتونید بزنید. کالر چنل اینجا میاد به شما میگه که توی ویور چه کانال تصویری دیده بشه، رد، گرین و بلو. توی بیشتر 99 درصد موارد شما آل رو میخواید بزنید. توی بعضی از مواردی که ممکنه شما کروماکی داشته باشید و پرده سبز و حالا بخواید چیزا اینطوری حذف بکنید ممکنه آلفا به دردتون بخوره که اونجا میتونید این رو ببینید. بعدن باز در مورد این بیشتر صحبت میکنیم. زوم این و آت من فکرم کاملا مشخصه، هر جای شما باشید زوم این بکنید چه اینجا و چه توی تایملاین همین کار را انجام میده. یکی از بهترین شورتکات های فاینال کات زوم تو فیت هست که شیفت زده. شما مثلا فرض کنید روی تایملاینتون اگر خیلی زوم کرده باشید شیفت زد بلافاصله کل تایملاین رو به شما نشون میده. در مورد خود
تصاویرتون هم باز به همین شکل، اگه من اینجا خیلی زوم کرده باشم، باز شیفت زد برای من این رو فیت تو ویو میکنه. و این چارت عنوان پایین رو هم قبلا در موردش صحبت کردیم، اسکیمینگ دقیقا همین هست، کلیپ اسکیمینگ دقیقا ببخشید کلیپ اسکیمینگ برای زمانی که شما اینجا میخواید اسکیم بکنید تو شرایط عادی غیر فعاله. اگر من این رو خاموش بکنم شما همونطور که میبینید دیگه مثل قبل اتفاق نمیفته. آدیو اسکیمینگ چیزی که شما اینجا دیدید و اسنپینگ هم که همین عنوان آخرم بود. به همین سادگی این هم از منوی ویو